بیا هم را وګرځیدلو د خبرونې ورستۍ شیبې دي. نن د پنځشنبه ورځ ده، پنځشنبه په ورځ باندې زموږ سره زموږ ګران همکار شهریار صاحب د هیواد او د نړۍ په اړه باندې مهم موضوعات له موږ سره شریکوي، چې په دې اونۍ کې کوم مهم موضوعات ول چې پر هغوی باندې د خلکو تبصرې زیاتې وي او د هیواد لپاره ډیر اړین ول. شهریار صاحب خوش آمدین و صبحتان بخیر. سلام، صبح شما بخیر و صبح بینندگان گرامی هم بخیر رسیدی. سلامت در مشکل نبودی؟ قربان شما. راه بندی خونه بود؟ متاسفانه که ترافیک زیاد داریم ما و شما. وقت چی خبره از بودجه 1400؟ همکار گرامی، بحث های زیادی در رابطه با کشور افغانستان هست که اگر از انتحار انفجار بگذاریم مهمترین ها پاس نشدن بودجه مالی بیشتر مردم منتظر شدن است. بله، حکومت و حاضر نشدن حکومت برای رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان به خواست طالبان، و حرف مهمتر که در سطح بین المللی مطرح میشه حرف یا سوگند وفاداری آقای بایدن بود که بیشتر بحث شده بود. از بودجه مالی صحبت کردین. بودجه مالی سال 1400 473 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که نظر به گفته های نمایندگان همین مقداری که در نظر گرفتین، اما در نکات مختلف ایرا شما تقسیم بندی درست نکردین. به او خاطر دو بار است که ای پاس نشده. به بار سوم که وزارت مالیات دیشب کنفرانس مطبوعاتی داشت اعلان کرد که ما آماده هستیم که طرح سوم را در هفته آینده برای مجلس نمایندگان بفرستیم، امید که پاس شد. جای بجایی هدف از جای بجایی نمایندگان چی بود؟ تنها معاشات کارمندان بود یا یکی کدام پروژه های دیگه هم میخواستن که ترتیب بکنن؟ اگر دقیق تر بگویم که نمایندگان چرا به این بودجه مالی مهر تایید نمیزنه، این مشکلات را در این نکات جمع آوری کرده. مجلس نمایندگان گفته که بودجه مالی از سوی نمایندگان به خاطر عدم توازن و عادلانه بودن بودجه، گنجانده شدن طرح یکسانسازی معاشات کارمندان دولت، اختصاص هنگفت در کدهای احتیاط، قرضگیری، گنجانده شدن برنامه دسترخوان ملی در پیشنویس بودجه و اختصاص بودجه با واحدهای اداری که توسط فرمان ریاست جمهوری اجرا شده اونان میشه. این مشکلات هست که مجلس نمایندگان مطرح کرده و گفته در این باید یک سری تغییرات و تبدیلات بیاید. و دیگه در خب در بودجه مالی 473 میلیارد افغانی در نظر گرفته که 311 میلیارد و 999 میلیون افغانی بودجه عادی هست و 161 میلیارد و 842 میلیون افغانی بودجه توسعه ای هست. از بله، در قسمت بودجه مالی 400 همین صحبت ها بیشتر ادامه دارد. و کدام موضوع دیگه جدید؟ بحث رهایی 7000 زندانی طالبا هست که قبلا مطرح شده بود و روند فعلا هم که طالبا این بحث رو مطرح میکنه، میگه که حکومت حاضر نیست که در دوحه را مطرح کردن که چرا مثلا حکومت حاضر نیست که 7000 زندانی دیگر را آزاد نمیکنه. وحید عمر مشاور رئیس جمهور گفته که به هیچ عنوان دیگر حکومت افغانستان حاضر نیست که نیروی طالبا را آزاد بکنه، به خاطر از اینکه طالبا هیچ کوتاهی را در قبال روند صلح و مذاکرات نداشته. در 5000 زندانی که هم رها شدن هیچ حسن نیتی نشان ندادن. بله بله، 5000 زندانی وقتی آزاد شده بازارهای جنگ هنوز داغ‌تر هست. میبینیم که هر روز انتحار، انفجار، جنگ، راهگیری و گروگانگیری بیشتر شده. به او خاطر حکومت هم خواسته که دیگر نیروی طالبان را آزاد نکنه. خب مشکل عمده ای که ما و شما داریم این هست که هنوز طالبان یک موضعی نرمتر از خود نشان نداده. با این روند اگر پیش بریم، خب بخوای چه نخوای 7000 نیرو را اگر به جبهه گروه مخالف بفرستی که نیروش قوت بیشتر میبخشه. از کاخ سفید و ترامپ چی گپو؟ ترامپ دیشب خداحافظی کرد، رفت. بله، خداحافظی کرد با اون همه سرسختی هایی که داشت و نپذیرفتن آرای مردمی. اما
بالاخره وادار شد که بره. این بحث عمده ای بود که در یک کشور دموکراتیک باید همچون کار باید صورت بگیره، به خاطر اینکه کشورهای دموکراتیک اگر نزاع شود کو کشورهای توسعه نیافته کو معمولش جنگ هست. مردم افغانستان چه توقعات داره؟ سیاسیون حکومت افغانستان چیزی میگه؟ ما که همه مردم افغانستان از سیاسون گرفته تا مردم عام ایره میخواهد که بتانه دولت آمریکا با حکومت افغانستان مشترک یک صلح را در افغانستان نسبی بسازه. یک بحث، بحث دیگر بحث ای هست که سران حکومت در نقش داشتن وحدت ملی و غیر وحدت ملی چقدر تاثیرگذار است. فراز صحبت های آقای بایدن ای بود که ما در حکومت خود باید وحدت ملی را یکسان بسازیم، وحدت ملی را نهادینه بکنیم. به این بحث بیشتر جلب توجه برای کارشناسا شده بود که ترامپ با استفاده از قدرت خود میگه که خلایی در وحدت ملی ایجاد کرده بود بین سیاه‌پوستا و سفیدپوستا. بحثای کلی بود که در کاخ سفید. بحثای مهم. بسیار زیاد سپاس، سلامت از اینکه اومدین و دعوت ما را قبول کردین. قربانتان، سلامت باشین. تاسو هم ډیر زیات هم نن چې ملتیا مر سره وکړه دیدم پوری نور نشه کولای چې تاسو سره پات شو اشاره کوي چې وځه ځکه نور خبرونه دي تر شنبه چې تاسو حضور تذریر رو تاسو پاک الله سپارو شوخت نه ولري. سلامات.